یواش، بچه میترسه. خب چی کار کنم؟ دست خودم نبود، خدایی خیلی ترسناک بود. سلام دختر قشنگم. سلام بوی، چقدر دیر اومدی؟ دوست داشتم زودتر بیای تا بتونیم با هم بازی کنیم. آره ببخشید، بابا این روزه سر شروع یکم دیرتر میاد خونه. بخواب دختر قشنگم، بخواب. خوب بخوابی، خوابای خوب ببینی. دوست دارم بابا. داوود، تو واقعا نترسیدی؟ واقعا؟ نه نترسیدم. من قدی که از آدم های دور برام میترسم، اما از فیلم ها نمیترسم. چرا اینجوری میگی؟ من که میتونم منظور تو کیه. اون خیلی هم آدم خوبیه. تو عادت داری همیشه همه را زود قضاوت کنی. من زود کسی رو قضاوت نمی کنم. من به خاطر شغلم اینقدر آدم جور با جور دورم میبینم، نمیتونم به آدم زود اعتماد کنم. بذار فیلمو ببینم. ای داوود، بذار ماهواره سریالمو داره. عزیزم اونو فردا ببین دیگه، این فیلم الان جای مهم میشه. میترسی؟ نه بابا نمیترسم. بذار دیگه، فردا وقت نمیشه. ببین سمر یه لباس پوشیده بود، نمیدونی چی بود. میخوام از رو مدلش بدوزم. بذار دیگه. ما مراقبت بودم تا وقتی که بزرگ شدی و یک جوان کامل شدی. گاهی ازت خطا سر میزنه. الان دارم با مردی صحبت میکنم که قراره با دخترم ازدواج کنه. مامان بابا بابا آروم دخترم، بابایی اینجاست. ایلوی قربونت برم عزیزم، خواب بد دیدی؟ ایلوی قربونت برم، نفر عزیزم بابایی پیشته. قربونت برم من، خواب بد دیدی عزیزم، ایلوی بمیرم برات عزیزم. قربونت برم، آروم باش، آروم باش. بیا دخترم یکم از این بخور. صد دفعه بهت گفتم چراغا رو خاموش نکن. خب بچه میترسه. چیزی نیست، همه چی سر جای خودشه. میگم نکنه عروسکات تو خواب یکشون شیطونی کرده. با این جیغی هم که تو زدی، اگه سالیوان اینجا بود کلی انرژی جمع میکرد برای کارخونه هیولا. بی ماما یکم دیگه بخور. آفرین.
آفرین دختر قشنگم. حالا به چیزای خوب فکر کن که خوابای خوب ببینی، فردا هم خوابای خوبتو برام تعریف کن. باشه؟ بابا نرو، من میترسم. عزیزم دیگه ترس نداری که، قرار شد چراغا روشن بذاریم که تو راحت بخوابی. نه بابا، من میخوام پیش خودتون بخوابم. نه بابا، پیش ما که نباید تو بخوابی. اصلا یه کاری میکنیم، من پیش دخترم میخوابم. خوبه؟ آره. قربونت برم، بس من پیش دخترم میخوابم عزیزم. اینم چایی دم کردم، یه مزه ای داشتا. شما مزه شو یادتون هست؟ خب حالا دیر شد دیگه. حالا دیگه همیشه دیر میشه دیگه. یه دختر قشنگم بی عزیزم، نوشو جونه. دیر شده، دیر شده. بی عزیزم وای ببخشید. یه لقمه دادی به بچه ها. قیافش ببینم یه عکس بگیرم از عبزان تو گروه بچه ها ببینن دختر با نمکم و قربونه دارم. من قد خواب آلوی بابا دیر شد، بابا دیر شد. آسانسور یا رفت با آسانسور با دور آسانسور رو بزن بریم. خدافز عزیزم. خدافز شایی محمد توسی میکنم. میام عزیزم، میخوای به مغزت کم سرعت بدی اگر تو دوست داری؟ خوابالودی کی بودی تو آخه؟ آسانسور نزدی هنوز؟ بودو دیر شد بابا. سلام عزیز خانم، صبحتون بخیر. سلام عزیز. سلام داوود خان، صبحتون بخیر. سلام عزیزم. اجازه بدید من براتون بزنم دم بابا. نه 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 نه، شما زحمت نکشید، من خودم یواش یواش میبرم. شما کمرتون درد میگیره، لحظه اجازه بدید من میبرم. بابا نمیخواد، خودم میبرم. بریم به کارتون برسید. خود دو دقیقه بعد میگردم. دستتون درد نکنه. عزیز جون، شما هم شبا خواب میبینید؟ آره عزیزم، من خواب میبینم، همه مردم خواب میبینن. ماما مثلا شما خواب چی میبینید؟ مثلا خواب نوی خوشگلم رو میبینم که صورتش خوشگله مثل توه، اومده خونمون، داریم با هم بازی میکنیم، تو بازی میکنه. خواب درخت میبینم، خواب گل میبینم، خواب دریا رو میبینم. ببینم تو چی خواب دیدی مگه؟ من نمیدونم. آها، خوابت یادت رفته. منم یه موقع خوابم یادم میره. عزیز خانم گذاشتم دمه در واحدتون. دست شما درد نکنه. بریم دیر شده، بریم خونه. میگم اگه خیلی کار داریم بگم که ترانه بیاد کمکتون. نه نه، نمیخواد زحمت بکشه. به خدا خواهم همچی زحمت کنم. خیلی ممنون. بریم، مهد بچه دیر میشه، در پناه خدا. قربون شما. بریم. بریم عزیزم. بریم. خدا حافظ. خدا حافظ. سلام مینو جان، خوبی مادر؟ الو بفرمایید. سلام مادر جان. جانم قربون صدات برم. خسرو جان خوبی مادر؟ شبت بخیر. کجا بودی اینقدر گوشی رو دیر جواب دادی؟ عزیزم اینجا الان صبح، هوا خنکه، رفتم بیرون یکم پیاده روی، یه مقدارم خرید کردم اومدم. نوه گلم چطوره؟ صورتش از طرف من ببوس. چرا شما؟ مگه اقدس میشه؟ مادر جون اون براش یه مشکلی پیش اومده بود، یه چند وقتی بهش مرخصی دادم. گوشه رو بده دست نوام، میخوام صدای گلش رو بشنوم. چقدر که شما مهربونی مادر. گفتم گوشه رو بده دست نوام، میخوام صداش رو بشنوم. مادر جان مریم برده بخوابونتش، آخه الان ساعت خوابشه. باشه عزیزم، مراقب خودتون باشین.
انقدر دلم برای صورت گل نوام تنگ شده که خدا میدونه. مادر جون به مسعود میگم از این گوشی‌های هوشمند براتون بگیره که بتونید با هم تماس تصویری داشته باشیم. کار کردن باهاش سخت نیست. زود یاد میگیرید. نه مادر، من از این چیزا سر در نمیارم. شالا منتظر میمونم که صورت ماهتون از نزدیک ببینم دیگه. تازه اینجا این روزا میگن از این چیزا فاصله بگیرین هیچ خوب نیست، آدم نمیدونه چی کار بکنه. حالا ایشالا به سلامتی که میای. مادر جون اولین تعطیلات پیش رو، برای اون روز باید بلیط رزرو کنم. قدمتون سر چشم. مریم جونم سلام برسون. نوه گلم هم ببوس. فدای صدات مادر، بازم با هاتون تماس میگیرم. فعلا خدا. در پناه خدا. خدا حافظ. مینو جون، نوه گلم داره میاد. قربونت برم، چی میکشی خاله؟ خودت ماهی تو که فره ماهیش صافه. تو چرا نمیکشی؟ انقدر تونتون کشیدی که نگاه کن، چند تا تو 2 دقیقه. بکش، بازم بکش خاله، ببینم دیگه چی بلدی. شما چرا نمیکشی؟ همین؟ تونتون بکش تا. باشه عزیزم. شما چرا نمیکشین بچه ها؟ ببینم. آفرین، چه نقاشی هایی. خانم من دستشویی دارم. منم دستشویی دارم. من دارم. خیلی خوب، حالا همتون با هم دیگه دستشوییتون گرفته. چی شده عزیزم؟ مار مار. اینجا که چیزی نیست تورن جانم. بیا خودت ببین. ببین هیچی نیست. دیدی تو بر کارتو انجام بده، من همینجا هستم. درو کامل نبند خاله، من همینجا. برو. شما چرا اینجایین؟ شیراب چرا بازه؟ شما دستشویی نداشتین نه؟ اجازه؟ اجازه بی اجازه. زود دستاتونو با مایه بشورید برید سر کلاس. اینا چیه میکشی؟ هیولان؟ نه خیرم، هیچم هیولان نیستن، آدمن، گریمشون کردم. پس گریمشون کردی؟ الو سلام آقای قربانی. بله از مهد تماس میگیرم. به خانمتون زنگ زدم جواب ندادن. در مورد یه سری از کارهای تورنجان میخواستم باهاتون صحبت کنم. بله اگر امکان داره امروز یه نیم ساعت زودتر بیان که با خانم صادقی هم یه مشاورهی داشته باشین. پس منتظرتونم. ممنون. خدا نگهدار. گروبونه از فرام با این نقشی هست. من دیدم اینا رو خانم سالی، فقط نمیدونم ایرادش تو کجاست. به نظر شما یه دختری تو این سن و سال آدم ها رو اینجوری میکشه یکم عجیب و غیرعادی نیست؟ من واقعا از شما تشکر میکنم که اینقدر نگران بچه ها هستین، ولی الان زمانه عوض شده، بچه ها آیکیشون رفته بالا، خیلی باهوشترن، خلاق‌ترن، با ما خیلی فرق میکنن. آقای قربانی من خدای نکرده وقت قصد جسارت ندارم، ولی من با تورنجانم صحبت کردم. مثل اینکه شما تو خونه یه فیلمایو دارین میبینین که اصلا مناسب سن و سال تورنج نیست. نه خانم سال اینجوری هم نیست. عموماً که من شبو دیر میام منزل، تورنجانم خیلی به موقع میخوابه، دقیقاً یه رو به 9:08 اینا میخوابه. خانمتون چی آقای قربانی؟ بالاخره ایشون زمان زیادی رو بعد از اون تنها هستن با تورنجان. اصلا چه فیلمایی میبینن؟ من فکر میکنم شما خیلی خونسرد هستین آقای قربانی. همون صدا، همون چند لحظه میتونه برای بچه شما یا هر بچه‌ای مخرب باشه. من ازتون خواهش میکنم این قضیه رو خیلی جدی بگیرید. بله. چشم، خیلی ممنون.
فکر کنم زود اومدیم بابا. سلام، ساعت چنده؟ سلام، خسته نباشین. فکر کنم وقت نهاره. تیکه ننداز دیگه، تا صبح بیدار بودم. میشه شما زحمت بکشی سریال دیدن تو بذاری روز، شبا بگیری بخوابی؟ سریال دیدن من به تو گوشی بودن تو در. مگه من بهت گیر میدم داوود؟ نیست شما اصلا تو گوشی نیستی؟ بعد تازه میشینه این سریاله بیمزه و یخو نگاه میکنی، میفتی دنبال اون بازیگره که لباس شبش چی بود، اون یکی بازیگر لباس روزش چی بود. عزیزم من صد بار برای توضیح دادم، من کارم تو فضای مجازیه، من نصف مشتری اون از اون تو میگیرم. مگه من چی کار میکنم؟ منم تو این گروه های آشپزی و مود و اینام دیگه. جدی؟ حالا که تو صفحه آشپزی حداقل یه غذا بسون بچه درست میکردی، برای من درست نمیکردی. با من امروز قرار دارم، باید برم سر کار. راستش یکم بد خوابیدم، گردنم درد میکنه داوود. میشه زنگ بزنی یه چیز بیارم؟ حتما. شما فقط بفرمایید سنتی باشه یا فست فود؟ نمیدونم، از همون برگر همیشه گیا. مردم چه کارا واسه عشقشون نمیکنن، اون وقت این واسه یه برگه میزنه درو میشکونه. مامان دعوا نکنین، من اصلا ناهار نمیخورم. دعوا نکردیم که مامان، داشتیم صحبت میکردیم با هم دیگه. پاشو لباساتو عوض کن تا من زنگ بزنم یه چیز بیارم. الو، سلام بهار جون، خوبی؟ ببخشید خواب بودم، نفهمیدم چند بار زنگ زدی. آخه شبو گوشیمو سایلنت میکنم، این موقع زنگ نخوره تو رنج بیداشه. بچه‌م چند وقت بعد خواب شده. امروز؟ مگه قرارمون برای فردا نبود؟ آها، آنتالیا، خوش با حالش. باشه من آماده میشم، تو میای دنبالم؟ تورنجو چی کارش کنم؟ باشه یه فکری میکنم. قربونت، خداحافظ. الو سلام آبجی جونم، خوبی؟ ببین قرار دوره همیه فردای من افتاده امروز، میتونی بیای پیش تورنج؟ امتحاناته؟ نه، اون که واجب تره، به امتحانات برس، من یک کاریش میکنم. قربونت، خداحافظ. دخترم اونجا چی کار میکنی؟ بیا الان زنگ میزنم یه چیز بیارن. الو سلام، خیلی ممنون. بله، یه دونه از اون برگراتون لطفاً. نوشابه و سالادم بفرستی. بی زحمت دوتاش کنید. یه دونه با پنیر، یه دونه بدون پنیر. خیلی ممنون، دست شما درد نکنه. میشه زودتر بفرستینش؟ بله، خداحافظ. دخترم، بیا با تبلتت بازی کن تا غذا برسه. باشه مامان، ولی قول میدی وسط بازی ازم نگیریش؟ شما یه قولی به مامان بده که دارم آماده میشم اذیتم نکنی. سفارش برای شماست؟ بله، قبضو بدید. بفهمید. قضارم بدید. اول باید پولشو بدید. ای زرنگی، اول جنس بعد پول. دست خوش بابا، ولی معلم خوبی نداشتی. اول پول بعد جنس. بیا شوخی کردم، بگیر.
بفرمایید. مرسی عمو. خداحافظ. خداحافظ. ای وای ببین چی کار کردین، چه بعض غذا خوردنه. خب گشنم بود. گشنه با اینجوری باید غذا بخوری؟ تمام دامن تو کثیف کردی، دو ساعت باید خرابکاری تو رو جمع کنم. ببینمت. خب حالا اخماتو باز کن دختر خرابکار من. الو سلام بهار جون، در رو برات میزنم، بی بالا من تا کارامون بکنم. باش عزیزم، برو در برای خاله باز کن، بعد بیا من لباساتو عوض کنم. بدو. یلو جون دلم، خیلی چی کنیدی به اون صورته؟ سلام جذاب، چطوری تو؟ خوبی؟ قربونت برم، دیگه اینقدر تو لف میدی دیر حاضر میشی و سمین خودم زودتر اومدم. بهار جان، لباس تورنج رو گذاشتم تو اتاق، برو عوضش کن. من این زن اینجا رو جمع جور کنم، این زن بخواهم تای دلمو بگیره. آها میخوای تورنجم بیاریش؟ آره دیگه، خالش امتحان داره. بله تنهاست. ما یه اشتباهی کردیم، شما هم همون اشتباه رو تکرار کردید، بچه دار شدیم. اصلا شما رو نمیگم و شما با همه فرق دارید، شما دل همه رو میبرید، دل خالت هم میبرید. آه جون ما، جونی جدی، آه جون مادر، من میبرم لباس اینو عوض کنم. دست درد نکنه. سلام عشقم، خسته نباشی. سلام. این عشقم من یه کاری داری دیگه. اه تو هم سرش شلوغه؟ بگو میشنم. یادت بهت گفتم فردا قراره با دوستان برم بیرون؟ دوستاد یا بهار خانم؟ خب کی صمیمی‌تر از بهار، همه با هم میخواییم بریم. خب منم که گفتم برو. کنسل شد. خدا رو شکر. افتاده برای امروز داوود، یکی از بچه ها میخواد بره آنتالیا، دیگه امروز قرار گذاشتیم. نگفتم عشقم، یعنی این که ای تو هم. خب به تینا زنگ بزن بیاد پیش تو. نج تینا امتحاناشه، تورنج رو با خودم میبرم عزیزم. باشه، فقط خیلی موضوع تورنج باشه. باشه عشقم، قربونت. ای وای داوود اینو ببینه منو میکشه. خاک تو سر تو داوود، چقدر بیزوغین شما. چرا این همه زحمت کشیدم خوشگلش کردم. بریم بریم خاله، یه دقیقه واسه عکس بگیرم ازش بذارم تو پیجم ببینم دخترم. بخند جون خوشگله. ای خدا چه خوشگله. خیلی ناز شده. بگیر دیگه. خب ما رفتیم پایین، تو هم بیا. باش آجام ما جانه آجامی. ای سلام عزیز. ای سلام تورنج، تویی؟ بچه این شکلی شدی؟ خاله بهار من اینجوری کرده. سلام. سلام خانم، ببخش تو این بودم من سرم. برو تورنج دیگه، برو عزیز. خداحافظ. خداحافظ. در پناه خدا. چقدر یخه این همسایتون. کی؟ مامان عزیزو میگه. وای نگو تو رو خدا. عزیز خیلی ماهه، الانم کلی اصرار کرد تورنجو بذارم پیشش. خیلی خری. یه دقیقه وایسا. چرا؟ زنگش چنده؟ سه. برای چی؟ افتاده گردنه، صبر کن. بهار بله. سلام علیکم، احوال شما؟ ببخشید من بهار هستم، دوست صمیمی ترانه جون. میخواستم یه خواهش کنم ازتون، ما داریم میریم مهمونی با هم، گفتم اگه امکان داره این تورنج بچه‌مون یه چند ساعتی پیش شما بمونه، امکانش هست؟ چرا که نه، فقط لطف میکنی تورنجونو خودت بیاری بالا، دیگه نفس ندارم برگردم پایین دوباره. خیلی ممنون، دم شما گرم، جبران کنیم، متشکرم. باش لاک دارم. تو چی کار کردی بهار؟ مردم از خجالت. خانم خوشگله، بفرمایین پایین، بفرمایین. باید بریم منزل عزیز خانم. خب یه ماشم به... چرا صورتو میکشی؟ هری با من؟
یه دوستش بیای. نه صورتمو بوس نکن، وقتی صورتمو میکنی صورتم گلگلی میشه، من دوست ندارم. ای جان نفس، بودو برو برو. وقتی تو حیات دیدمت اصلا نشناختمت. ولی من که شما رو شناختم. خب من شکل خودم بودم. یعنی من شکل خودم نبودم؟ اگه پاشو بری صورتتو تمیز بشوری شکل خودت میشی. باشه، ولی اینم دوست دارم. اینو بعد مامان جا. چرا دختر ما رو اینجوریش کرده؟ عزیز لاکامو پاک میکنی؟ تو به صورت رو بشورم. خب عزیز من این رنگ رو دوست ندارم، من صورتی دوست دارم. خیلی خوب صورتو پاک کنم. دخترم نمیخوای به اون چشای قشنگت یه دقیقه استراحت بدی؟ آخه عزیز انقدر هر روز بازیای جدید میاد، من وقت نمیکنم همشونو بازی کنم. اگه اونو بذاری کنار میام برات یه قصه خیلی قشنگ تعریف میکنم. باشه، هم شما قصه بگو هم منم بازی میکنم. نه دیگه، یا بازی یا قصه. خب باشه قصه. خیلی خوب، پس حالا برم ببینم چه قصه قشنگی برای دخترم تعریف کنم. سلام مینو جون، بیا عزیز. این مینو خسته نمیشه یه چیزو هی چند بار تکرار میکنه؟ من قربونت برم، توتیا که نمیفهمن معنی حرفو، هی تکرار میکنن یه چیزی رو. عزیز جونم، خوبه که ما آدم هم هی یه چیز رو هی تکرار کنیم. خب اگه یه چیز خوبی باشه آره تکرار کنیم. من وقتی تنها این مینو که با هم حرف میزنه هیچ احساس تنهایی نمیکنن. عزیز شما وقتی تنهایی نمیترسی؟ نه مادر، از چی بترسم؟ مثلا یه هوی زامبی بیاد جلوتون. نه مادر، مال تو فیلم هاست. تو همیشه به چیزهای خوب فکر کن تا همیشه خوشحال باشی. عزیز من هی میخوام به چیزهای خوب فکر کنم، ولی یه چیزهای میاد جلوی ذهنم که نمیتونم به چیزهای خوبی فکر کنم. چه نمونه خزی بود نه؟ دیدی ستاره عمل کرده بود؟ آره. دماش یکم سربالا نشده بود؟ خوب شده بود، آره. بعد نبودم یه مدل دیگه، خوشش میاد. منم خیلی دلم میخواد این کارو بکنم، ولی هنوز مطمئن نیستم. داوودم هی میگه ها، راستش من این قلمه یه نوع که دماغم خیلی دوست دارم، به نظر بامزه نیست؟ تو شروع کردی به خود پدر آدمو در میاری، یه بار برای همیشه تصمیم بگیر دیگه بابا. وقتی به خودت برسی خود حال رویت هم بهتر میشه، باور کن. نمیدونم والا. ببین دختره بود روزیتا، اونجا یه خود همچین تو قیافه بود، برونزه کرده بود دختره. رفتم تو کانالش دیدم یه سری مارک لوازم مالش رو برند از این چیزا گذاشته، گفتم اگه یه وقت داری یه روز بریم با هم دیگه. باشه حتما هماهنگ می‌کنیم. ببینیم بالا. نه برو بهادرم، منتظر ماشینش زودتر برم. قربونت. خیلی خوش گذشت بهادر. عشقی شبت بخیر. خداحافظ ترانه. خداحافظ. در تماس. بله بفهمید. سلام خانم سالی، حالتون خوبه؟ خسته نباشی. امر
فکر میکنم خوابن، چون ایشون دیر اومدن دیشب. بله فکر میکنم خوابیدن. اتفاقی افتاده؟ آها میخوای من خودم میام خدمتتون؟ باشه باشه، نه خواهش میکنم، من خودم پیگیری میکنم که ایشون بیان مهد. بله میگم خانم سالی خیلی متشکرم ازتون که اینقدر نگران بچه ها هستینا. ممنونم، قربان شما. فعلا که همش یه خوابه. یاد الو سلام عزیز خانم، حالتون خوبه؟ ببخشید مزاحم شدم، شرمنده. ما هم چیز زحمتون با شماست. شما خوبی؟ این کمرتون خوبه؟ قربان شما. میگم که میشه زحمتی بکشیم برای من؟ خواهش میکنم. نه ترانه دیشب دیر اومده بود، بعد فکر کنم خوابیده، تلفن خونه هم کشیده، گوشیش هم سایلنته. میشه زحمت بکشیم بینید در خونه ما بیش بین که با من تماس بگیره؟ متشکرم. ببخشید عزیز خانم، تو رو خدا ببخشید، شرمنده. روز خوبی داشته باشی. بله بله بگی حتما سریع به من زنگ بزن. قربان شما، خداحافظ. والا من نگرانم، هم به خاطر خودش هم به خاطر بچه های دیگه. بالاخره ما اینجا مسئولیم، خانواده ها ازمون انتظار دارن. من به همسرتونم گفتم. خانم صادقی، بچه های الان اگه چیزی رو نبینن دو روز دیگه میبینن. آخه فیلم ترسناک، این سریال های عاشقانه بیدر و پیکر ماهواره، شما فکر می‌کنید واقعا بچه ها حواسشون نیست؟ همه اینا رو ذهن بچه ها تأثیر میذاره. بچه شما الان باید بچگی کنه، قصه، بازی، نقاشی. والا من دیگه نمیدونم چی باید بگم. تنها چیزی که من میتونم بهتون بگم اینه که شما حتما باید ترنج رو ببریم پیش یک روانشناس. روانشناس برای چی؟ دیگه آدم ها رو دوبار ازشون تعریف میکنه جهفگیر میشم، فکر میکنم همه چی میدونم. با بچه یه خوابی دیده ترسیده دوبارم تخیل کرده. روانشناس برای چی؟ مال آدم میمونه بهشون چی بگه؟ میگم داوود نکنه اهمیت ندی مشکلش جدی ترشه. بابا چه مشکلی؟ الان عصر ارتباطاته، همه مردم عصر تکنولوژی هم. اره سه یک فیلم قشنگه، پر هیجان، پر تنش. امشب ببین. دختر قشنگم پاشو دیگه، پاشو برو مسواک تو بزن، برو رو تختت آماده شو برای خواب. نه بابا هنوز تو مرحله دیگه مونده و این قول بزرگه رو احباب اصلا بذار بازی کنم دیگه. دخترم الان وقت خوابه، صبح دیر بیدار میشی، بلند شو. من دیر صبح بیدار میشم یا شما؟ درست گفت بابا. بلند شو برو بخواب. شب بخیر. شب بخیر بابا. نخم عریزه. بله کیه؟
سلام عزیز. سلام عزیزم. با زحمت ما. چه زحمتی؟ بیا تو مادر. یکم سبزی گرفتم. میخوام قرمه سبزی درست کنم بریم تو. بچم تورنج دیروز میگفت قرمه سبزی دلم میخواد. والا خودم هم میخواستم درست کنم ولی هی وقت نمیشه. میخواستم بهت بگم حواست بیشتر به تورنج باشه. اتفاقا الان هم اومدم حال شما رو بپرسم، هم میخواستم یه چیزی بهتون بگم. چیزی شده؟ فقط بین خودمون باشه، نمیخوام این افسر خانم و بقیه همسایه ها چیزی بفهمن که خیلی بد میشه. چرا در آدم رو شور میندازی؟ خب بگو چی شده؟ این معلم تورنج میگه تورنج رو باید ببریم شه یه روانشناس. همین؟ آره، یه سری چرت و پرت سر هم کرد. فقط عزیز تو رو خدا به کسی چیزی نگینا. نه مادر، به کسی چیزی نمیگه. شما یه روانشناس میشناسین که هم خوب باشه هم مطبش اینجا دور باشه که این آشنا و همسایه ها بوی نبرن. آره، یه دکتر روانشناس خوب میشناسم. بابا من اینک دوست ندارم. ای بابا بزن دخترم، چرا به این قشنگیه؟ نه دوست ندارم، وقتی اینک میزنم همه جا سیاه میبینم. از دست تو. ببین تورن جان، به کسی نگه کجا میخواییم بریم. مگه داریم کجا میریم مامان؟ جای مهمی نمیریم دخترم، بریم میشه یه آقایی یه سری سوال از شما میپرسه، تموم میشه میره. مثلا چه سوالایی؟ خودم هم نمیدونم، حالا بریم اونجا ببینیم چی میپرسه. بیا یه عکس بگیریم با هم دیگه. اینجا رو ببین. بخم بخم. ببخشید خانم. خواهش میکنم. بی دخترم. اسپایدرمن به پسر من گفته تو قهرمانی، از بالکن بپر هیچ چی تم نمیشه. پسر منم پریده. خانم خیلی ممنونم از شما. خواهش میکنم، خوش آمدید. مشکل شما چیه؟ ما مشکلی نداریم. دخترم عینک تو دارم. خانم اسماعیلی نوبت شما، تشریف ببرین داخل. داخل راه رو درب دوم. خیلی خب، دخترم که از لحاظ جسمی مشکلی نداره. نه آقای دکتر، بچه‌م سالمه. اگه آوردمش اینجا برای اینکه خیالمون 100% راحت باشه، یه موقع عیب و ایرادی بقیه روش نذارم. بله شما لطفاً بیرون منتظر باشین، من با خودشم صحبت کنم. خودم اینجا باشم بهتر نیست؟ منتظر باشین، درم ببندین. مامان من بیرون نشستم دخترم. خیلی خوب تورنج خانم گل، شکلات که دوست داری؟ ممنون. برای دوستاتم بردار. تو فقط یه دونه دوست داری؟ نه برای عزیزم برداشتم. آفرین. بالاخره چی گفت دکتره؟ تو چی بابا؟ حیف وقت و پول، طرف دکتر نبود که. بیانه چه دکتر نبود؟ دو ساعت حرف زد، برگشته میگه فیلم ترسناک نبینیم بچهتون اذیت میشه. مگه خونه زندونه بچه رو دم به ساعت بکنی تو اتاقش بگی همونجا بمون؟ پس بقیه دنیا چی کار میکنن؟ همین. برگشته میگه که بچهتون مشکل پیدا کرده، شخصیت فیلم ها رو دور و بر خودش میبینه. این مشکل آدم شخصیت فیلم رو دوربرش ببینه؟ چه میدونم؟ بخوری زوده. خیلی دیر شد، زود بخوریم یه به سریالمون برسیم. اینو بخون.
تو هم بازیگر خوبی هستی یا شده مثل سکانس خوبای فیلم جادوگر. روی گوشی منم بفرست وقتی تنها بودم ببینمش. اون حوله منو میاری؟ باش فقط دیدیش پاکش کنی ها عزیزم. نامی و برادرزاده بودیم، ولی از حالا به بعد مثل پدر و پسر هستیم. اگه روزی دخترم آبرد چونی مهند بزرگترین دشمنم میشه. مامان جانم چرا سرن خانم دوتا شوهر داره؟ اولین بار و آخرین بار بهت میگم گوش دارم. خیلی پاشو برو تو اتاق بازی تو بکن، این فیلم مناسب شما نیست. جواب منو بده، همش میپیچونی. دخترم این فیلم اصلا فیلم خوبی نیست، چرا اینجا نشستی؟ اده خوب نیست پس چرا خودت هم داری نداشت میتونی؟ پاشو برو تو اتاقت همین الان، بلنش رو ببینم. اصلا کنترلر رو بده، من میخوام برنامه تو داد ببینم. بیا میگه سریالات روز ببین، مگه بچت میذاره؟ بهادر میاره؟ باشو قربونت برم. بهار چند وقت ترنج بدخواب شده، من اصلا فرصت نکردم سریالا رو ببینم. سمر رفت؟ چی پوشیده بود؟ جون من وای کاش میشد مدلش بدوزی. فکر میکنی از قبلی خوشگلتر باشه؟ سرمه ای هم باشه؟ نه بابا، داوود اصلا حوصله ضبط کردن نداره که. ببین اون لباس شب قبلیه رو پوشیدم، اینه تو فیلم ها با داوود فیلم گرفتی، خیلی باحال شد. نه بابا دیوونه خصوصیه. باشه برات میفرستمش، ولی قول بده دیدیش پاکش کنی ها. باشه قربونت برم، تماس بگیر. خداحافظ. الو سلام. سلام، بازم سریالی گوشی رو بر نمیداری؟ چه عجب، تلفن خونه رو برداشتی؟ داوود، پسره بالاخره سمر رو دید، یه دقیقه صبر کن. بوله بابای پسره و سمر، انگار نه انگار. بابا یه کاری دارم که زنگ زدم ها. تو هم، همش میزنی تو ذوق آدم. خب دیشب که دیدی ترنج بدخواب شده بود، من سریالم نصف نیمه دیدم، اصلا نفهمیدم چی شد، همش فکرم درگیرشه. آخه باید بریم از اونجا زنگ زدم. وای خدا چی کار کرده دوباره؟ داوود عشقم تو برو دیگه. عزیزم من پس فردا چک دارم، مغازه‌رم نمیتونم ببندم، کلی کار مشتری ها مونده، خودت برو. آخه سریالمو سریال با جفتر یا پاس شدن چک من عشقم. مردکی بیاده به هم خندیدی؟ یه حدنامه ازدواج فقط به خاطر پول امسش.
سلام آقا بهادر. سلام تنان خانم. چه خوب شد الان رسیدین. داشتم با عجله میرفتم مهد تورنج. بهار گفته بود شما میاری. خواهش میکنم اگه عجله داریم بفرمایید میرسونمتون. نه خیلی ممنون، آژانس گرفتم اومده. با اجازه. باش. خدا نگهدار. دختر قشنگم، مامان خیلی اتصاد عصبانیه. چه جوابی براش داری؟ چه باید جوابش بدم؟ همین کارایی که تو مهد کردی، نمک جون بابا. خب چی داری جوابش نمیدم؟ من موندم تو با این نمکت چطوری تونستی دوستاتو به ترسونی آخه؟ نه ترسوندم. مشکل زامی بازی شما باید حل بشه. از امشب راست ساعت 9 میخوابی، به هیچ عنوان حق نداری با من و مامان فیلم نگاه کنی. چیزی هم خواستی نگاه کنی چی؟ فقط کارتون نگاه میکنی. بچه ها مامورت خود برد دید. مگه میدونستم تو میترسی یا نمیذاشتم دست به تلویزیون بزنم. نمیترسم. به چی؟ من فقط خواب بد دیدم. بلو قربونت برم، من میدونم خواب بد دیدی، ولی قرار نیست خواب تو بری برای دوستات به اسم واقعیت تعریف کنی. خب شیطون. عذر میخوام آقا. بله. شما برای چی تشریف آوردین؟ ما فقط برای مشاوره اومدیم. ممنونم. خواهش میکنم. سلام. سلام. ببخشید الان صندلی خالی میشه. میشه یکم این ور بایستید؟ خورشید الان تو موقعیت 25 درجه غربی از زمین ما قرار میگیره. میخواستم حواسم باشه. احتمالاً سفینه آدم فضایی ها بخواد بشه. خانم خیلی ممنون از شما. خوش اومدین. آقای علیزاده شما بفرمایین داخل. بفرمایین بشینین. خیلی متشکرم. خواهش میکنم. عذرخواهی میکنم. ببخش. خانم اسماعیلی به صراحت بهتون میگم تلویزیون برای شما و دخترتون سمه. حداقل بعد یه مدت بذارینش کنار. حتی اگه بخوام صریح‌تر باهاتون صحبت کنم مودم رو هم بعد یه مدتی خاموش کنید، مخصوصا شبا. بالاخره میونه این همه امواج مغز به استراحت نیاز داره. آقای دکتر اینجوری که نمیشه زندگی کرد. خود دانید. به به، دست شما درد نکنه. چه بو برنگی، بوش تو آسانسور راه رو پیشته بود. دستتون درد نکنه. میگم عزیز خانم، خوشبان مردی که زنش هفته یه بار به قرمه سبزی بده. تیکه میندازی؟ به جان خودم، شما که میدونی من چقدر قرمه سبزی دوست دارم. من مادر خدا بیامرزم هر چی پوهم تو زندگی شب بابام میگرفت با قرمه سبزی میگرفت. یه قرمه سبزی خوب بود، چرب و چیلی درست میکرد، بابام شروع میکرد خوردن. خیلی حال... خوب داوود جان غذا یخ کرد. خدا رحمتشون کنه. راستش عزیز، من یه چند باری قرمه سبزی درست کردم ولی طعمش خوب نشده، به خاطر همین انگیزه هام کم شده. عزیزم یه قرمه خوب حداقل 5-6 ساعت وقت میخواد تا جا بیفته. بیشتر از اون صبر میخواد، اون صبری که قرمه رو قرمه میکنه. اما به نظر من عزیز خانم، عشقی که قرمه رو قرمه میکنه. عزیز خیلی خوشمزه شده. نوش جونت، قربونت برن. اون موقع ها خسرو که میامد به عادت قدیم سفره رو زمین مینداخت. اولی که مریم آورده بودن که اینجا بزرگ نشده ندیده بود، پیاز و گذاشت وسط سفره با مش زد روش. خیلی برای مریم جالب بود، رفت دوربین فیلم برداری رو آورد ازش فیلم برداری کرد. دیگه حالا که من پادر دارم نمیتونم زمین بشینم. نگفتین یاد خونه بابام افتادم، همیشه سفره مینداختیم رو زمین. خدا رحمتش کنه. خدا بیامرزتشون. خدا بیامرزتشون. مادر اونو بذار کنار، غذا تو بخور، سرد میشه عزیزم. مامان نوشابه کیو دیدی تا حالا قرمه بخوره بعد روش نوشابه بخوره؟ دوغ بخوره عزیزم، دوغ بهش بده. آخه عزیز نمیدون، ما همیشه خونمون با غذا نوشابه میخوریم، خیلی حال میده. بیا دخترم.
میگم سرعت پیما داره نجوم میره بالا. کیه بابا خانومه؟ نه بابا از این گداهای اینترنتی. اصلا پیام اینا رو نباید باز کرد. به نظر من پیام خیلی ها رو نباید جواب داد. دست شما درد نکنه. الو سلام بهار جون، خوبی؟ خواب بودم گوشیم خاموش بود، دیشب خونه عزیز بودی. نه بابا بخت نشد هیچ کدوم از سریالا رو ببینم. اه چه جالب، بیرون؟ نه دیگه الان نزدیک ظهره، داوود ترنج رو میاره خونه، میخوام نهار درست کنم، تو باشه بیا اینجا. باشه قربونت، خدافظ. کجایی عشقی؟ بهار تو چی کار کردی؟ چی شده؟ مدبختم کردی؟ ترانه چی شده؟ ایوا خب بگو چی شده؟ تورن چیزی شده؟ مگه قرار نبود پاکش کنی؟ ای بابا لامستم، خب ده بگو چی شده آدم بفهمه. مگه قرار نبود اون فیلمو دیدی پاکش کنی؟ خدوف داوود بفهمه منو میکشه. من پاکش کردم، میگم به جون مادرم پاکش کردم. پس این یارو چی میگه؟ به خدا من پاکش کردم، چی میگه؟ کی چی میگه؟ چه خلا مگه پاک؟ پیش پیام داد، چون آیدیشو نمیشناختم محلش نذاشتم، گفتم از این کلا برداری هست. قبلنم از این پیام ها برام اومده بود، پاک میکردم میرفت، چون جوابشو ندادم با یه آیدی دیگه پیام داد، گفت 20 میلیون میخوام نقد. من توجه نکردم و به بعد پیام داده که یه فیلم ازت دارم، اگه 20 میلیون رو ندی منتشرش میکنم. بدبخت شدم. ببین من همون شب پاک کردم ترانه، چه جوری بگم باور کنی؟ به خدا همون شب من پاکش کردم. آقا آیدی تو هک کرد، آیدی تو هک کرد. یعنی چی؟ هک میکنن آقا، میکنن از این کارا واسه اخخازی. ندیدی چه خبره؟ آقا تو یه ذره آروم باش، آقا چه فقط داری عشق میریزی ترانه؟ من بتونم تصمیم بگیرم. به هیچ کس چیزی نمیگی فعلا، به هیچ کس، تا ببینم من چی کار میتونم بکنم. ای خدا چی میگی بهار؟ اون فیلم منتشر میشه، الان میگه 20 میلیون، فردا میگه 30 میلیون.
اگه پخش بشه من چجوری تو روی خانوادم نگاه کنم؟ میشه شهر هرت مگه؟ آقا داووده؟ نه داوود زور به بعد میاد خونه. اشکتو پاک کن تو. هی 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 به خودت مسلط باش، من میرم میرم. کیه؟ سلام علیکم خوش خانم. سلام. بابا احوال شما خیلی ممنون. شما خوبین؟ خیلی ممنون. داشتم میرفتم گلا را بدم. بله بله. صدا شنیدم نگران شدم. آخی. ترانه جون خونه است؟ بله حسن دستشون بند بود من در رو با کردم. ترانه جان. سلام عزیز. سلام مادر. چیزی شده؟ صدا شنیدم دلم هر ری. عوارض سن هاش خانم، آدم وقتی سنشون میره بالا هر صدایی که میشنون ناخودآگاه فکر بد میکنن. نه مادر فکر بد نکردم، نگران شدم. بفرمایید تو عزیز، چرا اینجا ایستادین؟ بفرمایید. مزاحم نمیشم، بریم به کارتون برسین. انشالله که همیشه دوستی و خوشی و سلامتی پا بر جا باشه. من میرم به گلا آب بدم یه حالی ازشون بپرسم. بریم به کارتون برسیم. آخه تا اینجا اومدین یه نوشیدنی زرش کاره میره دیگه. حالا تو هم اصرار میکنی. آقای قربانی من چیکار باید بکنم؟ سجاد جانم آقا کاریشون رو بنداز لطفا. چشم آقا. اون فایده کانال رو بهشون نشون بده. رو چشم آقا. ترانه یادم یاد سریاله بود گل مریم، ایلماز خانم، سمرا دختره با هم مشکل داشتن. میدونی سر چی بود؟ ایلماز خان دختره رو هک کرده بود. هکرم زیاد شده. داووده میخوای فعلا جواب نده؟ نمیتونم. ترانه آروم باش دیگه، اصلا الان چیزی نشده. آقا جان یه نفر یه تهدید تو خالی کرده، یه درخواست احمقانه داده، هنوزم تمام مردم شهر دارن خیلی عادی زندگیشون میکنن. واقعا چیزی نشده. سلام. سلام عزیزم چطوری؟ میگم خدا رو شکر امروز تا این لحظه از مهد تماس نگرفتن. معلوم میشه که بلند دست گولی به آب نداده. خدا رو شکر. صدا جور خاصی نی؟ نه عزیزم، خواب بودم، تازه از خواب بیدار شدم، برای همونه. بس امروزم از نهار خبری نیست. چرا؟ دارم ماکارونی درست میکنم، بهارم اینجاست. چه خوب، زرنگ شدی. سلام خدمت بهار خانم هم برسون. بس من مزاحم تعریف مجدد سریال و بررسی وضعیت ثمر نمیشم. فعلا خدافظ. خدافظ. با این به ثمر چی کار داره؟ اصلا میدونه ثمر چه مشکلاتی داشته به اونجا رسیده؟ یه لحظه خودشو جای اون گذاشته؟ چی کشید؟ چه انگیزه ای داشت اون کارا رو کرد ثمر؟ دقیقه ثمر همشونو کشته. ماکارونیتونم خانم خانم آماده است. یه ذره بخورم ببینم. عالی. عالی شده. عالی عالی عالی. ترانه بیا بیرون دیگه از این حالت. بابا چیزی نشده که، یه خود ریلکس عمل کن. الان تورنج و داوود از راه میرسن، فعلا بویی نبرن دیگه. تو هم نمیدونم کار درسته میکنم. گفتم فعلا دیگه. آخرش که چی؟ خیلی موضوع رو ساده گرفتی بهار. من موضوع رو ساده گرفتم؟ دمت گرم بابا، موضوع رو ساده گرفتی. من از این در که برم بیرون میرم پیش پلیس، باش مشورت میکنم ببینم چه کار میشه کرد، ولی آیدی رو میتونن رصد کنم. خدا کنه. اما اگه فیلمو پخش کرده باشه چی؟ اون الان گیره اون 20 میلیونه، واسه چی فیلمو پخش بکنه؟ مگه دیوونه است؟ ولی تو خودت باید شکایت بکنی، چون گوشی مال تو، خودت باید شکایت بکنی. از من میخوام مسیر رو چک کنم. بهار میگم میخواد بهش پیام بدم، میگم من این پولو بهت میدم تا فیلمو پاک کنه. بچه شدی تو؟ اصلا همچین کاری نباید کرد. بابا اون یک آدم حرفه، یه قالتاقه، این ایلماز خان یادته؟ اگه فیلمو پخش کرد چی؟ اینجوری لاغر یکم سرشو گرم میکنیم تا پلیس هم وقت داشته باشه. نه بد فکری نیست. تو فکر میکنی
میتونم پیداش کنم؟ نمیدونم، من اصلا گیج شدم واقعا. گیر میفته، گیر نمیفته. بیا در از این بزن. خیلی بالا. خیلی ازش خوب شده. اگه برم خونه ناراحت نمیشی؟ تو هم ریلکسی نباش دیگه. من بعدا خودم با تماس میگیرم. باشه؟ بله. سلام عزیز. سلام مادر. مهمونت رفت؟ بله. میشه بیام تو؟ چرا نمیشه؟ بیا تو. چرا مثل همیشه نیستی مادر؟ چه تو قربونت برم؟ اه چی شده؟ چرا گریه میکنی؟ بریم تو ببینم چی شده. عزیز برام دعا کنیم بی آبرو نشم. انشالله که نمیشی. خداوند همیشه هوای همه بنده هاشو داره. خیلی میترسم. ترسم یه نعمتیه که خدا به بنده هاش میده. نمیتونم به داوود بگم یا نه؟ بله. سلام. نه بابا داغون. چی شد؟ خب راست میگی؟ راست میگی بعد دل خوشی من میگی؟ باشه باشه ممنون عزیز. بهار بود. میگه از اون گوشی یا کامپیوتری که این کار کرده میتونن ردشو بزنن. میگه که کارهای پلیس سایبری همینه. خب الحمدلله. به آقا داوودم بگو. بالاخره هرچی باشه دوتا فکر بهتر از یه فکره. مادر جون میخوای بری پیش پلیس؟ تنها که نمیشه بری. باید با شوهرت بری. قربونت برم. نمیدونم چجوری به داوود بگم. عزیز دعا کن. دعا کن ختمه به خیر بشه. انشالله که درست میشه. دم برای دستپخت تنگ شده بود. بیشتر برای ماکارونی. نوشه جونت. مامان چرا ماکارونی رو شبیه که این درست میکنن؟ دختر قشنگه. دستگاه ماکارونی این شکلی درست میکنم. شما هم لطف کن فردا تو مهد کودک در مورد ماکارونی حرف نزنی. من دوستات هیچ کدوم ماکارونی نمیخورم. اینجوری نگو جلو بچه. غذا تو بخور دخترم. خودت چرا نمیخوری؟ من اشتها ندارم. بکنم خواب تنظیم نیست. الو سلام. اینجا جا گذاشتی؟ نه رو اوپن که نیست. تو اتاق نذاشتیش؟ بهار انگشترش اینجا جا گذاشته. من یه نگاه بندازم. الو. خب بگو. نه هنوز نگفتم. حالا فردا باید برم دیگه. الان که نمیشه. بگم کجا میخوام برم. آره فردا به بهونه مهد تورنج میام که بریم. باشه؟ باشه. ببین بهار من به یارو پیام دادم گفتم یه دو سه روز به هم فرصت بده تا پولو جور کنم. آره من برم دیگه. داوود تا شک نکرده. نه نه عزیزم اینجام نبود. حتما نیاوردی با خودت. باشه خونه خودتو بگر. قربونت. خداحافظ.
فرق نمیدیم فیلم رو ببینیم، خیلی فیلم باحالیه. میخوان سهش هم بسازن. بیا. من خستم عزیزم، میخوام بخوابم. تو ببین صداشم کم کن. شب بخیر. شبت بخیر. تورنجو چی کار کردی حالا؟ هیچی، به داوود گفتم خودم میبرمش مهد، میخوام با مربیش صحبت کنم، اصلا به این هوا اومدم. ایشالا ردشو بگیرن، همه چی خدمه به خیر بشه دیگه. خدا کنه. دیشب دیدی؟ فیروزه خانم زد تو گوش مهنه، چنان خوابون برق از سفارشش پرید. سمر اگه بفهمه. چی میگی بهار؟ دلت خوشه ها؟ همینم مونده ببینم سمر چی کار میکنه. من نگرانم اگه داوود بفهمه چی میشه. سمر واسه اهمیت نداره؟ اوکی نداره دیگه. واسه همین اوضاع روحیت اینه دیگه. بابا این زن با تمام اون مشکلاتش اینجوری وایساد همه رو یکی یکی حل کرد. وقت تو همینجوری وا دادی یکم روحیه داشته باش دیگه. همش دارم فکر و خیال میکنم. اگه بقیه اطلاعات گوشی ما هک کرده باشه چی؟ نترس عزیزم. پلیس فتا پلیسیه که حواسش به همه چی هست. خانم اسماعیلی. میگم تهران بریم یه سر به این پاساژه بزنیم چیزای خفنی داره با. نه من چون به داوود نگفتم اصلا دل و دماغ ندارم. ببین دیروز رفتم تو کانال اینا آف 50% چه مارکایی، اصلا همه چی شده اینترنتی ها. ببین لنگه کیف جمر خانوم زرشکیش واقعا نوک میدادی. خبی بریم اخراییش هم داشت. بریم بریم. دست درد نکنه نوشه جا. خلاصه تا زور نشده بود رد آدم بده قصه رو زدن، حالا قرار خودشون خبر بدن. مامان آدم بده شوهر دوم سمره؟ نه مامان چون، این چه حرفیه میزنی؟ بازی تو بکن، شما نباید به صحبت بزرگتر رو گوش بدی. من داشتم بازیمو میکردم یه هوی حواسم رفت تو صحبت بزرگتر. انشاءالله که ختمه به خیر بشه پایان قصه. عزیز چند وقت واسه هم قصه نگفتی، میشه یه دونه از اون قصه خوشگلات واسه هم تعریف کنی؟ به شرطی که تبلتت بذاری کنار، اون چشای قشنگت خسته میشه تا یه قصه خیلی قشنگی برات بگم. ترانه جون یه زحمتی برات داشتم. جونم عزیز. خسرو میگفت با این وسیله های هوشمند من میتونم صورت اونا رو ببینم، تو میتونی برام این کارو بکنی؟ من که از این چیزا سر در نمیارم. دلم واسه نوه گلم خیلی لک زده. عزیز بله که میشه، فقط باید درم افزار نصب کنی. درم افزار نه، نرم افزار دخترم. نرم افزار. باشه عزیز براتون ردیفش میکنم، با همین تبلت ترنجم میشه. امشب که داوود اومد میگم آیدی و خسرو ازتون بگیره درستش میکنیم. الان اونجا شبه نه؟ الان آره الان شبه. بذاریم ببینم ساعت چنده اونجا. بله سلام، منجان اشمایلی. یه لحظه تشریف بیاریم پایین. سلام ماما، نخیر داری از کارت میلیتون رو لطف کنید. نخیر آقا اشتباه نشده. این شماره تلفن شما داده بودین کسی پاسخگو نبوده، به خاطر همین کتما خواستنتون. بفرم. بفرم. بفرم.
بس تو این هفته که مثلا مهربون شدی و سرخیز شدی، پا میشی غذا درست میکنی و مراقب بچه یا به زندگیت میرسی، فقط به خاطر که تو این دادگاه بلون سیلون باشی با اون بهار احمق که منم خبر نداشته باشم. آره درانه، چی گندی زدی به زندگیمون؟ دخترم پاشو برو تو اتاق بازی تو بکن. من هیچ کاری نکردم. چند روز پیش یه نفر پیام داد برای پول. من فکر کردم از این مؤسسه‌های اینترنتیه. بهار پیامو خون، گفت آیدی تو هک کردن. منم رفتم شکایت کردم. الان یارو رو گرفتن، این نامه برای اونه. درست بگم چی شده لامصب؟ درست حرف بزن. من هیچ کاری بدی نکردم دو. خب آیدی تو رو از کجا آورده؟ برای چی پول میخواد ازت؟ برای اون فیلمه. کدوم فیلمه؟ همونی که تو گرفتی. راستش من اون فیلم رو برای بهار فرستادم، قرار شد ببینتش پاکش کنه. به خدا پاکشم کرد. ببخشید تو اشتباه کرده. پرونه کدوم آدم عاقلی فیلم حریق خوستشو میده به دوستاش نگاه کنن؟ آخه این چه کاری بود کردی؟ بچه 5 سال هم این کارو نمیکنه. دیدی بهت گفتم، بهت گفتم این آدم گند میزنه به زندگیم. حالا هم زد. ببین تو جور حرفی فقط یک کلمه های حرف بزن، فقط یک کلمه های حرف بزن، پاش بخوره در یک خونه قرار پای جفتتون رو خورد بکنم. آخه این دختره چی میخواد از زندگی من؟ مثل که یاد رفته خود پیشنهاد داده اون فیلمو بگیریم، اصلا خودت گرفتی. میگم اشتباه کردم دیگه، با من جلو بچه اینجوری حرف نزن، خجالت بکش داوود. چند وقت پیش یه سریال پخش می شد. یه دختر دهاتی بود. پسرها 1000 تا بلا سرش آوردن، ولی عشقش باش موند. همه جوره حمایتش کرد، حاضر بود هر کاری بکنه تا اون خوشحال باشه. اون وقت عشق ما رو باش. هیچ کاری نکردیم، تو خونه نشستیم، گناهی هم نداشتیم. یه بی خانواده حکمون کرده، اون وقت این من از خونه میندازه بیرون. چی تو رو از خونه انداخته بیرون؟ تو که میگه من خودم از خونه اومدم بیرون. چه فرقی میکنه عزیز؟ چیزی که تو برای من تعریف کردی هر مردی رو به هم میریزه. یکم زمان بده، من خودم با آقا داوود صحبت میکنم. مادر جون، آقا داوود انقدر که از دست پنهون کاریای تو ناراحته، از دست این مسئله که پیش اومده ناراحت نیست. شما اسپریم خلافکار از این آدمو نباشه که قیافمون رو حفظ کنه فردا بخواد یه بلایی سرمون بیاره. حالا خودمون به درکی برای سر این بچه نیاره. زبونتو گاز بگیر آقا داوود، خدا نکنه. الحمدلله اون که ختمه به خیر شد، خلافکاره رو هم گرفتن، انشالله که صالح میشه. بادو دیر شد، برخانم جواب داد؟ هرچی میگیرمش بر نمیداره. بریم بریم.
جونم. حلیم خصوصی یعنی چی؟ چی مادر؟ حلیم خصوصی. حلیم نه مامان جان، حریم خصوصی. باشه حریم خصوصی. یعنی چی خب؟ یعنی همین حیات، اتاق، اونجایی که آدم زندگی میکنه. یعنی یه موقع شیطون گولت نزنه عکس اینجاها رو بگیری به اشتراک بذاری تو تبلتت که دوستات ببینه. اشتراک یعنی چی عزیز؟ اشتراک یعنی چیزی که خودمون داریم به بقیه بدیم. مامانم همیشه میگه تو مد باید خوراکیامم به دوستان بدم. اون خوراکیه، اشکال نداره به اشتراک بذاری، ولی حریم خصوصی تو نباید به اشتراک بذاری. فهمیدم عزیز. چه گرس از مینو بگیرم بفرستم برای دوستان؟ آره عزیزم، چرا نمیشه؟ از مینو اشکال نداره، ازش عکس بگی بذار تو تبلتت بفرست برای دوستان. جوونی کرده، اشتباه کرده، شما ببخشیش، رضایت بده. کدومو چون متهم پرونده اسماعیلیه؟ چیه؟ میخوای بزنیشون؟ اینا رو خدا زده. منتظر باشم صداتون بکنم. برید تو. داوود گشنت نیست؟ نه. میگم میخوای یه آب میوه چیزی بخوری؟ نه. ول کن دیگه، اون منو نگاه کن. از سریه خواهش میکنم. خب چیکار کنم؟ از استرس گلوم خوش شده. رفتیم بیرون برات میگیرم. الان میخوام. شعبه چهارم دارد یاری؟ فکر میکنم طبقه اول باشه، بازم بپرسیم. داوود؟ بله. صدامون زدن. باش بریم. نکته دیگه ای هم هست که بگین؟ نه، همش همین نوی بود که گفتم. ادامه بده، چجوری فایل رو به دست آوردی؟ خونه خواهرم بودم که داشت با دوستش صحبت میکرد، میشناختمشو. از صحبت‌های خواهرم فهمیدم که فیلم خصوصیه. تو فاصله‌ای که رفته از شیو برگرده فیلمو فرستادم به گوشی خودم. یعنی خواهرت نفهمید؟ موقعی که فرستادم پیام ارسال شده رو پاک کردم. نه به خدا، خواهرم روحشم خبر نداشت. حاج آقا ببخشید، غلط کردم، اشتباه کردم. به خدا لنگ پول بودم، قسم میخورم نمیخواستم فیلمو پخش کنم. من کاری که قانون میگه رو انجام میدم. جونم برات بگه تمام مردم نشسته بودن که ببینن این خیاطی که قرار بوده برای پادشاه لباس بدوزه لباسش چه شکلیه. صدای هم همه و سر صدا و اینا میامد که یهو پادشاه وارد میشه. پادشاه که وارد میشه همه ساکت میشن، همه پادشاه رو نگاه میکنن. یهو یه بچه از اون تا داد میزنه پادشاه لخته، پادشاه لخته. پادشاه یه نگاهی به خودش میکنه، ببینه اه لباس تنش نیست. همه مردم میزنن زیر خنده. تازه پادشاه میفهمه چه خیاط کلاهی سرش گذاشته، بود دو برمیگرده میره تو قصر. اینم از قصه امروز ما عزیزم. خیلی قشنگ بود عزیز. حالا پاشو با هم بریم بالا یه غذای خوشمزه درست کنیم، مامان و بابات بیاد دور هم بخوریم. کیه؟ بهاره. هی داره پیام میده، روم نمیشه تو صورتت نگاه کنم. میگه خودم هم تو شوک، اصلا باورم نمیشه بهادر این کارو کرده باشه. نمیخوای جوابشو بدی؟ نه، دلم نمیخواد که باش صحبت کنم. بهتر. اینترنت حیفو. آقا داوود بس شد. بس میشه ایشالله. یعنی من میتونم نوه خوشگلم رو امشب ببینم؟ بس شد. راست میگی؟
ببینم. خسرو یه لحظه بفرمید. وای سلام خسرو جان. الهی قربونت بره مادر. الهی فدات بشم. مریم جون سلام. خوبی؟ اینم سارا. سارا الهی فدات چه مادر بزرگ. قربون نوه گلم. یه ذره به این بطر مادر. یه خورده این بطر. بیاید. داوود آقا اینان. سلام مجدد خسرو. سلام حال شما. دخترشه تورنج سارا ببین هم قد توه ها. بیای ایران باش بازی میکنی. قربونت برم. I love you عزیز. ای خدا می تو می تو. قربونت برم الهی. خب الان کی میان ایران؟ مادر یه دو هفته دیگه میام. یعنی اکتبر. فکر کنم میشه 20 روزه دیگه. 20 روزه. قدمتون سر چشم مادر. خوش اومدی فدات شم. قربونت برم. اه چرا اینجوری شد؟ تو جواب نمیده دیگه. میخواییم دوباره بگیرم براتون؟ آره یه بار دیگه بگیر. نمیدونم حالا میشه.